نام چنگیز خان تصویر گروهی بزرگ از سربازان غیرقابل توقف و شکست ناپذیر مغول رو به ذهن میاره که در حال حمله و غارت در سراسر آسیای مرکزی هستند. اگرچه عموماً نام اون مترادف با شرارت و کشتار همگانیه، اما تنها یه انسان به شدت سرسخت و شجاع میتونه یکی و تنها از هیچ بتونه به جایی برسه که تمام آسیای مرکزی، بخش اعظم روسیه و شرق اروپا رو در تسخیر خودش داشته باشه. چنگیز خان تنها انسان در تاریخ که تونسته بزرگترین امپراتوری پیوسته که از اقیانوس آرام در شرق به اروپای شرقی در غرب میرسید رو در کنترل داشته باشه. در ادامه قصد داریم شما رو با 6 واقعیت جالب و باور نکردنی در مورد این امپراتور مغول آشنا کنیم که شاید نمیدونستیم. از آخرین ویدیو با ما همراه باشیم. چنگیز خان شاید نقش مهمی در جلوگیری از گرمایش زودهنگام جهان داشت. چنگیز خان بیش از 40 میلیون نفر رو در دوران غارت‌های خودش به قتل رسونده که باعث میشه اون با جلوگیری کردن از گرمایش زودهنگام جهانی یک شخصیت دوستدار طبیعت و محیط زیست شناخته بشه. اون با این قتل‌ها تونست 700 میلیون تن کربن رو از اتمسفر پاک کنه. از یه طرف کشتن 40 میلیون انسان بسیار تکان دهنده است، اما باور دانشمندان بر اینه که کار اون باعث وقوع تغییرات آب و هوایی به دست انسان شده و کره زمین رو خنک کرده. از این رو زمین‌هایی که قبلا توسط انسان‌ها اشغال شده بود به جنگل تبدیل شد که به نوبه خودش کربن بیشتری از اتمسفر زمین جذب می‌کرد. امروزه مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی باعث تولید سالانه تقریباً 700 میلیون تن کربن میشه که دقیقاً اندازه همون مقداریه که چنگیز خان در تمام دوران کشورگشایی خودش از اتمسفر پاک کرد. چنگیز خان مردی رو که در میدان نبرد به گردن اون تیر زده بود رو نه تنها بخشید، بلکه به یکی از بهترین و معتمدترین ژنرال‌هاش تبدیل کرد. در برخی از روایت‌ها در مورد چنگیز خان اومده که اون در سال 1201 در نبردی موسوم به 13 طرف از ناحیه گردن مورد اصابت تیر قرار گرفت. بعد از پیروز شدن در نبرد، چنگیز خواست با مردی که به اسب اون و خودش شلیک کرده و باعث مجروحیت شده بود دیدار کنه. این مرد که زورگادای نام داشت به گناه خودش اعتراف کرده و سوگند خورد در صورتی که زنده بمونه با وفاداری مطلق به اون خدمت میکنه. از اونجا که چنگیز خان وفاداری رو از هر چیز دیگه مهمتر و ارجح میدونست، زارب خودش رو بخشیده و نام اون رو به جبه به معنای تیر و سلاح در زبان مغولی تغییر داد. در روایت دیگه ای گفته میشه که جبه فرار کرده و توسط گروهی از سربازان دستگیر شد، اما تونست اسب چنگیز خان رو بکشه. اون بعد از دستگیری از چنگیز خان امان خواست و قول داد اسبهای زیادی به ازای اسب کشته شده چنگیز براش بیاره که همین کار رو هم کرد. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین حتما ویدیو رو لایک کنین. چنگیز خان سیاستمدار بسیار قابلی بود و از دخترانش حاکمان بسیار توانمندی ساخت. چنگیز خان دخترانش رو به عقد پسران خانواده های بزرگ و حاکم در می آورد و سپس دامادهاش رو به جنگ می فرستاد تا اطمینان داشته باشه که دخترانش در نبود شوهرانشون حکومت کنند. دامادهای چنگیز خان معمولاً در جنگ‌ها کشته می‌شدند و دخترانش ثابت کردند که حکمرانان بهتری نسبت به پسرانشند. چنگیز خان نه تنها در میدان نبرد سربازی بسیار ترسناک و بی‌باک بود، بلکه یک مغز متفکر استراتژیک هم بود که بازی‌های بسیار طولانی بازی می‌کرد و ظاهراً فمینیست هم بود. اون 7 یا 8 دختر داشت و وقتی با شاهان کشورهای متحد ازدواج می‌کردند، زنان قبلی این پادشاهان یا اخراج شده یا قدرت خودشون رو از دست می‌دادن. چنگیز اطمینان حاصل می‌کرد که نه تنها پسران بلکه دخترانش هم در توسعه بخشیدن به امپراتوری اون نقش داشته باشند.
در نهایت دختران اون بر مناطقی از دریای زرد تا دریای خزر حکمرانی می‌کردند. از هر 200 نفر در دنیای امروزی یک نفر مستقیماً از نوادگان چنگیزخانند. حدود 16 میلیون یا 0.5% از جمعیت مردان جهان مستقیماً از نوادگان چنگیزخانند و این به این معنیه که این مردان کروموزوم ایگرگ خودشون رو از شخصی به ارث بردن که حدود 1000 سال قبل زندگی می‌کرده. کروموزوم ایگرگ از پدران به فرزندان هم منتقل میشه. ما هرگز تعداد دقیق نوادگان چنگیزخان که زنان رو هم دربر میگیره نخواهیم فهمید. چندین نسل از حاکمان در آسیا و روسیه مانند خاندان سلطنتی مغول نوادگان تیمور از طریق بابور، سلسله یوان در چین، ایلخانی‌ها در ایران، جوشیدها، شیبانیدهای صربستان، آستراخانی‌های آسیای مرکزی، جیرایی‌های کریمه همگی از نوادگان چنگیزخانند. در واقع بسیاری از این افراد از اینکه می‌فهمند از نوادگان مستقیم چنگیزخانند خوشحال بوده و به این موضوع افتخار می‌کنند. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی حتما چنلمون رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیومون رو می‌بینید. اغلب اوقات ارتش اون کوچیک‌تر بود اما با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه دشمنش رو شکست می‌داد. اشتباهه که فکر کنیم چنگیزخان فتوحاتش رو با برتری مطلق عددی نیروها و بیرحمی اونها کسب کرده باشه. اون توانایی بالایی در طرح‌ریزی تله‌های هوشمندانه و فریب دشمنانش داشت. مغول‌ها اسب‌های زیادی داشتند. سربازها دست کم 5 تا 6 اسب و همیشه از تعداد بیشتر اسب‌ها برای داشتن دست بالا در نبردها استفاده می‌کردند. از اونجایی که اسب‌های زیادی داشتند، سربازان مغول می‌تونستند با تعویض اسب‌هاشون به سرعت روی زمین پیشروی کنند. این سربازها با بستن جارو یا تکه چوب به دم اسب‌هاشون باعث تولید گرد و خاک می‌شدند و به این ترتیب دشمن فکر می‌کرد که ارتش مغول‌ها بسیار بزرگتر از اون چیزیه که در واقع بود. علاوه بر این چنگیزخان پیش از حمله زندانیان و مردم غیر نظامی رو روی اسب‌های اضافه می‌نشوند تا استعداد ارتش خودش رو بیشتر از اون چه که بود نشون بده و به این ترتیب دشمن رو ترسونده و روحی اونها رو تضعیف کرده و اونها رو به تسلیم وادار می‌کرد. به درخواست چنگیزخان هیچ کسی محل دفن اونو فاش نکرد و هیچ یک از دفن کنندگان اون زنده نموندند. چنگیزخان در سال 1227 در سن 65 سالگی در جریان نبردی در ژیای غربی درگذشت. هیچ سند یا روایت قابل اعتمادی در مورد علت مرگ اون وجود نداره اما تئوری‌های متعددی در این زمینه مطرح شده که قابل تایید نیستند. ممکنه اون در اثر بیماری، جراحت در میدان نبرد یا به زمین افتادن از روی اسب کشته شده باشه. پیش از مرگ اون به نزدیکانش دستور داد تا قبرش مخفی بمونه و هیچ صحبتی در مورد قبر اون نشه. بردگانی که مقبره اون رو ساخته بودن با مرگ ساکت شدن و همین اتفاق هم برای سربازانی افتاد که این بردگان رو کشته بودن. گفته میشه وقتی سربازان شروع به کشتن افرادی کردند که در دفن چنگیزخان نقش داشتند، در ادامه شروع به کشتن دیگر سربازان و خودشون کردند تا راز محل دفن چنگیزخان برای همیشه مخفی بمونه. بر اساس روایت ها اسب‌ها رها شدند تا محل دفن چنگیزخان رو لگدکوب کرده و به این ترتیب هیچ ردی از محل دفن اون باقی نموند. تا به امروز هیچ باستانشناسی در پیدا کردن قبر چنگیزخان توفیقی نداشته. یک باستانشناس به نام ماری کراویتس 40 سال برای پیدا کردن قبر چنگیزخان تلاش کرد اما به نتیجه‌ای نرسید و در سال 2012 بدون اینکه ذره‌ای به جواب این معما نزدیک شده باشه درگذشت. خب دوستان اگه شما هم حقیقتی در مورد چنگیزخان میدونین حتما برامون کامنت کنین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ویدیوهایی که روی صفحه میبینین رو از دست ندین.
و در آخر برای ماجراجویی‌های بیشتر با کانال تاپ 10 بست همراه باشید.